تظاهرات گروه از شهروندان افغانستان در مخالفت با نشست مسکو در برابر سفارت روسیه در کابل. می گویند که شرکت کنندگان نشست مسکو از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند. از نظر ما حکومت طالبانی دیگه در افغانستان نتیجه نمیده و مردم نمی خواهد. ما به عنوان نماینده های جامعه مدنی و شهروندان افغانستان این نشست رد می کنیم. گوشه دیگر شهر کابل، غلام ایشان که راننده تاکسی است حاکمیت طالبان را به خوبی به یاد دارد. او می گوید که نگران برگشت به گذشته است. دوران طالبان یک دوران تاریک بود. هیچ کس فامیلی به در خان کدام آزادی نداشت. حتی در شهر خود فامیلی به در خان درست گشتن نمی تونستی. نماز دو وقت سر پنج وقت می خوان به وضو. فکر در غیر پادشاهی ریش موی بود. نه کاری بود نه باری. یگانه چیزی که بود یگانه چیزی. امنیت بود. برای ما بنیان یک جوان قانون اساسی خط قرمز ماست. چرا که ما در راه قانون اساسی میلیون ها شهید دادیم، میلیون ها زخمی دادیم. اونا میان میگه ما قانون اساسی را قبول ندارم. هر وقت قانون اساسی را قبول ندارم گفتگوی صلح هیچ معنا و مفهومی نداره. هرچند برخی ها هم خواهان پایان جنگ هستند و به های تعدیل قانون اساسی و ایجاد اداره موقت در افغانستان. جنگ دست بکشن، ما واقعا از جنگ خسته شدیم، میخوایم که یک صلح باشه، لکن یک آرامی باشه تا مردم بتونن که یک زمینه خوب و مساعد بسازن که مردم به راحت آرام زندگی پیش برن. اینجا در مسکو دومین روز نشست چهره های سیاسی جهادی با نمایندگان طالبان پشت درهای بسته برگزار شد. دیروز این نماینده طالبان گفت که تعدیل قانون اساسی، حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، گشایش رسمی دفتر این گروه، بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان و موارد دیگری از این دست از شرایط طالبان برای صلح هستند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای مصالحه از خطوط سرخ نمیگذرد. منافع ملی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، قانون اساسی و ارزش‌های پسینی که ما متعهد هستیم که به هیچ صورت ما او را به بادی معامله نمی‌گیریم و روی از او ما هیچ وقت صحبت نمی‌کنیم که اونا را قربانی مصالحه و گفتگو کنیم. امیدوار هستیم که حداقل این معیارها رعایت شود. این که اونا گفتگو میکنه اینا مطابق قانون حقشان است. ما باید قدر احساساتی نباشیم. رئیس جمهور افغانستان نیز در مصاحبه با تلویزیون محلی طلوع درباره نشست مسکو گفت تا زمانی که دولت تصامیم این نشست را تایید نکند غیر قابل تطبیق خواهند بود. اوسانه است، سیسانه است. امرای کی چی را موافقه میکن؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ ستایی رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر از سنگ دارن کاغذ است. این نخستین بار است که چهره های سیاسی جهادی با نمایندگان طالبان درباره صلح افغانستان گفتگو میکنند. این نشست به ابتکار شورای افغان های مقیم روسیه برگزار شده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.